به به خیلی سلام. متاسفانه یکی از مشکلات بسی بزرگی که در جوش اصلا صحبت نمیشه و همه داریم ازش رنج میبریم این داستان کمبودای داروییه که بچه های کادر درمان دیگه صداشون همه در اومده که آقا صدای هم باشیم که ببینیم این مشکل ما باید چیکار بکنیم، چرا هیچ کی رسیدگی در جوش نمیکنه، ما فقط در جوش حرف میزنیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه یا داروهای دیگه بیسیکو ما نداریم یا اگر داریم قیمتا به خدا تومن رسیده و دلایلش هم خیلی مشخصه ها، ولی کسی در جوش یا ورود نمیکنه کاری انجام نمیده. داستان مثل این میمونه که شما یه مکانیک خیلی حرفه‌ای رو بیا بذار کنار یه ماشین، بگی اوسا این ماشین مشکلش چیه، بگی مشکلش اینه، میگی خب حالا درستش کن، میگی خب یه آچار به من بده، میگی آچار که ندارم، میگی با چش که نمیتونه بنده خدا درست بکنه. دقیقاً هم الان اینه، دکتر اگه قراره اینا رو ببینه نسخه بده و نسخه ها پیچیده نشه چون نیست، خب ما چیکار کردیم؟ ما با یه بیماری ساده مریض رو به این خواهیم برد و دقیقاً الان مشکلتون داره همین میشه، چون الان بیسیک ترین داروها تو کشور ما نیست. دو سال پیش سر بیماری که بهمون گفتیم آقا واکسن وارد بشه، واکسن گفتن خارجی وارد نمیشه. یه کاری کردیم که واکسنای داخلیمون همین جوری بدون تحقیق با کمترین افیکسی بیان همینجوری مجوز بگیرن که خارجی وارد نکنیم. چی شد سرانجامش؟ کلی ما قربانی دادیم. دومین چیز، الان بوستر جدید تو تمام دنیا آمد، باز دوباره ما نداریمش. سر اون داستانا میگفتیم به خاطر این بیماری جهانی ما دارو کم داریم. خب الان داستانش چیه؟ الان چرا داروهای بیسیکو دیگه ما نداریم؟ خیلی ساده است که چند اتفاق داره میفته. یک، ما ورود داروهای خارجی رو قطع کردیم، مخصوصا داروهایی که مشابه در کشورمون هست. دوم، داروهایی که داریم وارد میکنیم همینجوری مونده تو گمرک کنید داستانا و اجازه پخش بهش نمیدیم. این یه مشکل دیگه. چرا این کارا رو چرا وارد میکنیم که پخش نکنیم؟ چرا اگر داخلیش رو داریم باز اجازه ورود خارجیش رو نمیدیم که اگر یه روز داخلیش نبود ما بتونیم از خارجیش استفاده بکنیم؟ سومین چیز، تولید. تولیدهای داخلی ما یا یه سری دارن میگن ما مواد اولیه نداریم، یعنی مواد اولیه دارو یا مواد اول ساخته، مثلا این دیسکای اینهرر، مثلا خود دیسکاش، یا اگر داریم انقدر گرونه که خب به خاطر خریدش و اینا مشکل داریم. و چهارمین چیز و مهمترین چیز که یعنی واقعا انسانیت هم آرزوس اینه که شرکت‌های دارویی، الان خیلی از بچه‌های داروسازی همه میدونن در جوش دارن صحبت میکنن، شرکت‌های دارویی برای اینکه تغییر قیمت بدن و قیمت‌ها رو ببرن بالا که خب به خاطر مواد اولیه و هزار تا چیز بوده، رفتن در کمیسیون تغییر قیمتی برای سازمان غذا و دارو که آقا قیمت‌های ما باید عوض بشه. اما بر اساس قانون اولیه خود کشور ما، وقتی که اینا میرن برای تغییر قیمت دارویی، باید همچنان پخششون ادامه داشته باشه اگر محصول دارن. اما خیلی از این شرکت‌ها با اینکه شاید مواد اولیه و دارو رو داشته باشن، وقتی رفتن تقاضای تغییر قیمت دادن، در پخششون رو بستن که قیمت‌ها تغییری بکنه، بعد با قیمت بالا و تقاضای بالا پخش کنن تو بازار. انسانیت هم آرزوست. کاری که شما دارین میکنین یعنی احتکار کردن در دارو و پخش کردن اون. و سازمان‌های مربوطه واقعاً خواهشان وارد شن، به دلیل اینکه این کار داره صدمه میزنه به ریشه ما، که دیگه یعنی ما در این سال از یه آنتی بیوتیک نداشتن یه عفونت بمیریم، این یعنی دیگه واقعاً جای تأسفه. برای همین اینا مشکلاته که فقط ما پشت یه کلمه این که دارو تحریم، دارو وارد میشه، اصلاً اینا نیست. دلیلای خیلی واضح‌تری ما در داخل خود کشورمون داریم که در جوش صحبت نمیشه. اینو گفتم برای که صدای بچه کادر درمان یعنی به اینجاشون رسیده که بدونی. دم همه اونایی که انسانن تو این شرایط احتکار نمی‌کنن و کمک می‌کنن چی؟ خیلی گر.